سلام دوستان وقتتون به خیر باشه در هفته های گذشته خبری به نقل از یک فرمانده ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در رسانه ها منتشر شد امیر شهرام ایرانی در صحبت خودشون به این اشاره میکنن که ایران قصد داره برای رفتن به قطب جنوب و احتزاز پرشم خودش یک برنامه ویژه داشته باشه احتمالا شما در جنش هستین رسانه ها رو اگر دنبال کرده باشین به این اشاره کردن که منابع نفت و گاز زیادی داره 70 درصد آب شیرین دنیا اونجا هست معادن مختلف طلا و اورانیوم و از این چیزا داره فضانورد داشته باشی باید بری اونجا آموزش بدی و حرفای از این دست از همه ها عبور بکنیم دو تا نکته رو باید بشه اشاره بکنم نکته اول این که اگر بخوایم به قطب جنوب برویم اولا هزینه بسیار بالایی نیاز داره دوما به کشتی های نیاز داره که الان تو دنیا اونایی که خیلی ادعاشون میشه و خیلی برش مسلط هستن و میتونن بسازن ازش استفاده کنن یا روس ها هستن یا آمریکایی ها هستن فارغ از همه اینها مجوز های خیلی خاصی باید بگیری ببین اصلا جدای از اینکه ایران برنامه شیه حالا صحبت های فرمانده ایرانی در خصوص خواهیم دید سوال اصلی این هست مگه درباره کجا داریم صحبت میکنیم من چند تا چهره رو میخوام برای شما نام ببرم تصاویر رو روی صحبت من دارید مشاهده میکنید این تصاویر مربوط به توییت هایی هست که از سوی برخی چهره های مطرح در سال گذشته منتشر شده من متن توییت ها رو میخوام برای شما بخونم یکی دو تا از اسم ها رو برای شما مورد اشاره قرار میدم این توییتی که میخوام برای شما بخونم رئیس اجرای مجمع جهانی اقتصاده و رئیس بانک مرکزی اروپا متن توییت ها رو دقت بکنید نفر اول نوشته که مقصد بعدی جنوبگان یک جلسه مهم در جنوبگان در ماه سپتامبر تازه به جنوبگان رسیدیم این جلسه همه چیز را تغییر خواهد داد همه چیز را خوشحالم که چمدانم را برای سفر غریب الوقوع به قطب جنوب بستم آقا یه سال ازتون دارم این توییتایی که برای شما خونم همش هست شده همه ی این توییتایی که برای شما خونم هست شده یه سوال الان شما میخوای جلسه برگزار بکنی یه مقامی هستی یا در اروپایی یا یه مقامی هستی در آمریکا هستی یا در چین یا در روسیه کجا رو انتخاب میکنید برای اینکه هواپیمای شما یا بره فرود بیاد یا نمیدونم کشید بره اونجا یا به هر شکلی خودت رو برسونی بری جلسه مثلا اروپا رو انتخاب میکنی آمریکا رو انتخاب میکنی یا مثلا یک کشوری در آسیا رو انتخاب میکنی یا بلند میشی میری قطب جنوب معمولا تا جایی که ما سراغ داریم کشورها از قطب جنوب مقاماتشون به عنوان محل جلسات استفاده نمیکنن مگر موجودات خاصی آدم های قابل تعملی با اهدافی خواست بریم جلوتر بریم چند تا عکس دیگه ببینیم بعد برمیگرد نکاتی دارم خدمت شما ارسان کرد جان کری از جمله که چهره بوده که بعضی میگن ده روز بعضی میگن یک روز این باید مورد بررسی قرار بگیرم من دقیق نمیتونم مثلا از کنم میگن ده روز یا یک روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 این بلند میشه میره قطب جنوب آقا مثلا جلسه تو آمریکا نمیتونستی بذاری حتما باید قطب جنوب میرفتی 2016 درباره قطب جنوب میان یک قانونی رو وضع میکنن سازمان و ملل چیزی رو به تصویب میرسونه تحت این عنوان که یه منطقه ای هست توی قطب جنوب اینجا کشتی ها وقتی میانو میرن داره آسیب میبینه این منطقه رفت آمد کشتی ها در آن منطقه داره به یک نوعی از ماهی ها که اونجا کشف کردیم آسیب میزنه پس کسی نباید حضور پیدا بکنه آقا اولا مثلا شما حساب کن تو سازمان ملل یه چیزی میارن میگن امضا کن که توی قطب جنوب این کشتی ها آسیب نمینه شما نگاه از کجا بفهمم راست میگی یعنی داری اعلام میکنی اینجا از این منطقه ممنوع است کسی نباید بره از کجا بفهمم راست میگی به خاطر مثلا محیط زیست اونجا میگی کی بره بررسی بکنه کی صحت سنجی بکنه اون چیزی که ما میتونیم بفهمیم اینه که اینجا محل اسرارآمیزیه اینجا نکاتی وجود داره که خیلی نمیخوان در روش صحبت بکنن یکی دو تا عکس دیگه به شما نشون میدم که عجیب و غریب بودن ماجرا برای شما مشخص بشه فقط اینم قبل از اینکه عکسای دیگر رو با هم دیگه ببینیم باید یادآوری بکنم ما چهره های مطرحی در آمریکا داشتیم که اینها برای مثال یکیشون از اولین افرادی بودی که رفته در کشف قطب جنوب نقش داشته چند سال پیش اعلام میکنه که میخوام برم یه بررسی داشته باشم ببینیم دیگه چه کشفیاتی میتونیم داشته باشیم کمی بعد از این قضیه و اعلام این ماجرا جان خودش رو از دست داده و کمی بعدتر جنازش رو تو خونش پیدا کردن یه تصویر قابل تعمل دارید روی صحبت و مشاهده میکنید قابل تعمل که نه تصویر رهبر کلیسای ارتودکس روسیه هست دیداری داشته با پاپ این دیدار برگزار شده در قطب جنوب آقا مثلا کل دنیا رو عزیز از شما گرفتن شما جنبندی تیم بودی که باید بری قطب جنوب با هم دیگه دیدار بکنی اگر الان هم دوستانی که برنامه من رو میبینن به نقشه های برای مثال یه مراجعه به گوگل ارس داشته باشید میبینید وقتی درباره قطب جنوب حرف میزنیم درباره جایی داریم بحث میکنیم که بخش قابل توجهی از نکاتش همین الان روی نقشه به شکل قابل توجهی حفاظت شده است اطلاعات دقیق در این خصوص به ما درباره اینجا داده نمیشه. پس علاوه بر اینکه اینجا منابع نفت و گاز داره، علاوه بر اینکه 70 درصد آب شیرین دنیا اینجا هست، علاوه بر اینکه یه جای خوبیه میتونی فضا آموزش بدی. علاوه بر اینکه معادن طلا و نفت و نمیدونم چی چی دنیا اینجا هست، چیزهای ویژه دیگری هم اینجا در دنیا وجود داره که نمیخوان کسی بهش دسترسی پیدا بکنه و نمیخوان کسی دربارش خیلی بدونه. اثبات کنم این قضیه رو به شما. ما الان از جمله کشورهایی هستیم که مالکیت داریم بر قطب جنوب احتمالا این رو میدونید قوانین این مسئله را میخوان تلاش بکنن عوضش بکنن حالا کشورهایی هستن اونجا چیایی برای خودشون دارن رفته آمده ای دارن شماهای دیگه ای که نمیخواید نباید وارد نمیخوان نباید وارد این منطقه ممنوع بشید بریم گزارش ببینیم بخشی از صحبت های فرمانده ایرانی امیر شهرام ایرانی رو ببینیم برمیگردیم نکاتی دارم مفصل خدمت شما عرض خواهم کرد یه بدون... پایگاه داشته باشیم اصلا خب ما در قطب جنوب مستضه هستیم چون از سواحل زیبای مکران مسلط هستیم به قطب جنوب بله. در اونجا ملکیت داریم بله و بله. این ملکیت متعلق به مردم هست و انشالله برنامه اینه که بتونیم پرچم رو اونجا انشالله بالا ببریم و اون تیم چون اونجا به حال هم کار صرف نظامی نیست کار علمی باید بشه بله، بله. و عزیزان عالم ما هم دارن آماده میشن ان که بریم یه کار مشترک همگی همگانی در واقع جمعی حاصل تلاش مردم عزیزمون رو طبق دستور بله. مولامون ان اونجا بله. اجرایی اجرا کنیم پس در واقع میشه گفته که قوله دریادار ایرانی این است به مردم که انشاءالله ما یک پایگاه دائمی انشاءالله تحسیس خواهیم انشالله. کرد در قطب جنوب انشاءالله. انشاءالله. خیلی خوب بخشی از این ویدیو رو دیدیم از صحبت های امیر دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران که سفر اخیر نیروهایشان به دور دنیا به شدت مرتوجه رسانه ها قرار گرفت و به شدت دوستان و دشمنان ایران را حیرت زده کرد داره اشاره میکنه به اینکه ایرانی ها برنامه ای برای حضور در قطب جنوب خواهند داشت یکی از جاهایی که قطعا و یقینا در صورتی که ایران برای رسیدن بهش برنامه ریزی بکنه مخالفان بسیار زیادی رو در مقابل خودش شاهد خواهد بود و البته اینم به شما بگم از جمله جاهایی هم هست که ایران با وجود همه فراز و نشیب هایی که هست باید در جهت رسیدن بهش تعجیل بکنه عجله داشته باشه سرعت به خرج بده و ازش قافل نشید چرا چون بعدها ممکن هست قوانین این مسئله رو و چیزهایی که رو به این داستان هست رو به طور کلی عوضش بکنن نکته دیگه ندارم اگر نکته بود بحثی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستید درباره این نکته هم که به شما گفتم اجازه بدید یه بحثی رو مطرح کردم گفتم که قانونی رو برای نقاطی در قطب جنوب گذاشتم بذارید دقیقش رو برای شما بگم 28 اکتبر 2016 میان یک قانونی رو سازمان ملل تصریب میکنه 24 کشور این توافقنامه رو امضا کردن که یک منطقه ای به وسط یک میلیون متر مربع از آبهای این دریا رو از آبهای قطب جنوب رو بیان براش منطقه ای رو تعریف کنن که از ورود کشتی ها بهش ممانعت بشه تا کی ببین اومده گفته میخوای محافظت کنیم اینجا رو اینجا نباید کشتی بیاد و بره خیلی خوب چقدر نباید بی گفته فقط 35 سال 35 سال هیچ کشتی اینجا حق رفت آمد نداره چرا گفته یه ماهیای اونجا هست یه چیزهایی هست میترسه اونها آسیب ببینه محافظت از یک گونه خاص از ماهی ها یه چیزی کشف کردی که خیلی مهمه کسی نباید بره اونجا یا ماهی های کشف کردی ببین اگر شما یه چیزی کشف کردی احساس میکنی ممکنه منقرض بشه الان فوری اقدام میکنی دیگه میگه این چیزی رو که اینا اومدن بررسی کردن تلاش در جهت شکل دادن به این توافق که داریم ازش از صحبت می‌کنیم مربوط به سال 2009 بعد از اینکه اوباما رئیس جمهور میشه هیلاری کلینتون به عنوان رئیس یک کنفرانس در واشنگتن میاد روی همین بحث میکنه که ما باید تو این قسمت از دنیا مناطقی رو تحت پوشش قرار بدیم و محدودیت هایی رو برای رفت آمد در نظر بگیریم 2009 اینو اعلام میکنن اگر شما نگران هستیم مثلا فلان گونه جانوری از بین بره و منقرض بشه همون موقع تلاش میکنی دیگه نه 2009 اعلام کردن تا هفت سال بعدش به طور رسمی اومدن اعلام کردن که اینجا منطقه ممنوع است کسی حق رفت اومد نداره ما از یکی از مرموزترین نقاط عالم صحبت میکنیم جایی که واقعا موضوعیت نداره که بعضی از جلسات مهمشون رو رهبران دنیا ببرن اونجا در جاهای مختلف میتونی برگزار بکنی نه برای اینها حیثیتی است باید ببینیم ماجره حضور ایران در این منطقه و حرفایی که مطرح می به کجا خواهد رسید و ادامه این ماجرا چگونه خواهد بود اگر شما نکته ای داشتین بحثی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های شما کامل تر بشه اگر موافق باشی چند تا از پیام های شما دوستان عزیز رو میخوام بخونم یکی از دوستان گفته سلام تحلیلگر بزرگ از بلخ باستان مزار شریف بهت پیام میدم خیلی مخلصم دمت گرم الهی که سربلند و سلامت باشی رفقای افغانستانی ما این چند وقته پیام هایه. ارزشمند خیلی زیاد داشتن من از تک تک دوستان تشکر میکنم بسیار از بابت پیام های ارزشمندتون ممنونم یکی از رفقا گفته سلام تحلیلگر جان چه کلیپ عالی رو بارگذاری کردی توی بیمارستان هستم که دارم ولی کلی از این کلیپ انرژی گرفتم دمت خیلی مخلصم دمت گرم ویدیوهای کوتاه کانالو میگه ایشون نمیدونم ویدیوهای کوتاه دیدین یا نه ما سری ویدیوی کوتاه داریم بارگذاری میکنیم در یوتیوب دوستانی که هستن پیشنهاد میکنم حتما ویدیوها رو ببینن بازدیدش که خیلی خوب بوده کامنتارم چک میکنیم خیلی خوب بوده حس میکنم که مورد توجه بوده است اگر رفیقی دنبال کننده این بخش از برنامه ها نبوده پیشنهاد میکنم که حتما دنبال کننده باشه دوست دیگری گفته که من تا همین چند سال پیش جز, دشمن دشمنای جمهوری اسلامی بودم انقدر این کسایی که مخالفش هستن شوت و تعطیل هستن که با خودم گفتم من با اینا میخوام همراه بشم چیکار بکنم دیدم حتی من بی سواد دور از جون دیدم حتی من هم برام کسر شنه که بخوام کنار اینها بیستم دمت گرم خیلی ممنونم از پیام من شما یه سری از دوستانی که الان مثلا طرف میگه من کنار این وطن فروشا بودم الان نگاه میکنم میبینم باید یه جور دیگه داستان رو ببینم من وقتی داستان ها اینا رو بررسی میکنم میبینم مثلا چیز جذابی این اینور ماجرا ندیده ها نه یه دو, دو تا چهار تا کرده گفته که به فنا بدم اینا تعطیل اینا اصلا تو معادلت نیستن بعد یه دو تا شات کرد که به جمعنی رسیدی که بود اصلا دو مدل دیگری باید منطقه مسئله رو ببینه بریم بعدی رو بررسی و کنیم رفیق دیگری گفته که گفته یه ویدیو از جنگ اوکراین میدیدم تو این ویدیو داشته فاز میدانی رو نشون داده یکی از فرمانده هاشون وقتی که شاهد فرامی سه فریاد میزنه که به اصطلاح خودمون زره و نفرورهای خودشون رو ببرن بین درخت ها پنهان بکنن و سربازاشون به تکاپو میفتن بله یکی از چیزهایی که به شدت تسلیحات ناتو رو در معرکه نبرد اوکراین به چالش کشیده و نقش بسیار ویژه‌ای در این نبرد داشته تسلیحات ایرانی هست که به عنوان شاهد این روسا در دنیا شناخته میشه رفیق دیگر ما یک پیامی برای من ارسال کرده بله گفته که نه تنها خودم بلکه این روزها با هر ایرانی که حرف میزنم حتی ایرانی های آذری زبان تا مغز و استخوان نفرت نسبت به جرسومه فساد و خیانت علیف درشون وجود داره امیدوارم به روز یه روزی بلای بسرش بیاد که هزار بار مرگ براش بدتر باشه آدمی که حالا چیزهای درورش گفته که من مجبور هستم از اینها عبور کنم هم اینا که میگی درسته ولی من نمیتونم جلوی دوستان عزیز بخونم بسیار ممنونم از پیام های ارزشمندشون بله یک آدم بی اصالت بی هویت نمک به حرامی مثل علیف بادکوبه که ایران خوبی برای او و پدرش کم نداشته است امروز هر کجا نگاه میکنید ایرانی ها شاید خیلی هاشون درگیر مسائل سیاسی نباشن ولی این شخصیت حالشون از این به هم بخوره به خیلی بده که این نماد ادعی و نماد مردم یک سرزمین شده در حالی که به عنوان یک عامل فساد و یک مهره فساد در ایران میشه دوست دیگری یا پیامی برای من فرستاده از سمنان این پیام خیلی ارزشمنده خیلی خوشحال کننده است چون تعریف من ازش عبور میکنم فقط میتونم بگم که الهی که دلتون شاد باشه و سربلند باشید همینجا پیام ها رو متوقف میکنم اگر نکته بود بحثی بود حتما برای من بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند شما کامل تر بشه خاک پای همه رفقا هستم خیلی مختصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر